بیننده های عزیز کجا پلاس، سلام. طالبان 13 تن را در روستای سوخته شهرستان کشنده در ولایت بلخ تیرباران کردند. لطف الله حبیبی از سخنگویان طالبان در توییتر نوشته است: 8 نفر از اعضای جبهه مقاومت ملی در بلخ کشته شدند و سلاح‌هایشان به غنیمت گرفته شد. سخنگوی طالبان شماره کشته شدگان را 8 نفر اعلام کرد و گفت همه کشته شدگان اعضای جبهه مقاومت ملی بودند. اما یک منبع در شهرستان کشنده بلخ با اندپندنت فارسی گفت شماره کشته شدگان 13 نفر و از جمله یک زن و یک کودک هستند. با گفته این منبع، عبدالقدیر افسر نیروهای ویژه پلیس و معاون فرماندهی پلیس شهرهای بلخ در دولت پیشین افغانستان و مشهور به فرمانده جمشید کوهستانی در میان کشته شدگان است. این منبع افزود عبدالقدیر با شمار از نیروهای امنیتی دولت پیشین اخیراً از جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود اعلام حمایت کرده بودند. منبع در مورد چگونگی وقوع حادثه گفت: پنجشنبه شب عبدالقدیر با 7 تن از همراهانش در خانه حاجی بهرالدین از متنفذان محلی مهمان بودند و یکی از شرکت کنندگان این مهمانی اطلاعات محل برگزاری مهمانی را برای طالبان فرستاد و در نتیجه همه غافلگیر شدند. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در مورد این اتفاق میگوید: عبدالقدیر افسر نیروهای ویژه پلیس در دولت پیشین افغانستان بود و پس از افزایش کشتار نیروهای امنیتی به دست طالبان با جمع از همراهانش از جبهه مقاومت ملی اعلام حمایت کرده بود که شب گذشته در حمله طالبان جان باختند. سخنگوی جبهه مقاومت ملی افزود که فعالیت نظامی این جبهه در برابر طالبان در حال گسترش است و به زودی طالبان پاسخ این اقدامشان را دریافت خواهند کرد. از سوی هم فرماندهی امنیت طالبان در هرات وقوع انفجار در مرکز این ولایت را ساعت پیش تایید کردند. محمد رسولی، مسئول مطبوعاتی این فرماندهی، به روزنامه اطلاعات روز گفت که انفجار عصر امروز شنبه در محله حاجی عباس شهر هرات رخ داده است و گزارش های هم حاکی است که در این انفجار یک موتر نو فلانکوچ هدف قرار گرفته و شمار تلفات نیز بر جای گذاشته است. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.